با اینکه معمولا اون اعتراضاتی که در مورد حالا چه فرماندهان فرمانداران داشتن و یا حتی در مورد کسانی که مسئول جمع‌آوری صدقه بودن، یعنی میشه گفت که همش ادعاهایی بوده، مظلوم نمایی هایی که میکردن و برنامه هایی که اوباشان مصر، کوفه و بصره داشتن، اونایی که متأثر در واقع رهبری عبدالله بن سبع یهودی بود، بله اونها رو رهبری میکرد. بله بله، ولی با این حال میبینیم که دقت کنید چقدر با این حال صحابه باشون برخوردتون نداشتن، چه حضرت علی در اینجا و چه خود حضرت عثمان رضی الله عنه که وقتی در مورد اومدن این اوباشا یک ابتدا در سال 34 هجری بود و نهایتا سال 35 هجری صحبت کردیم. سال 35 هجری وقتی من حتی حضرت علی با اونها صحبت میکنه، قبلا با اونها صحبت کردن، خب اشکالاتی که تو ذهنشون بود برآورده کردن، حتی گفتن که سعد بن ابی سهر به عنوان حاکم مصر رو بردار جاش محمد بن ابی بکر بذار. گفت باشد، اشکال نداره، به خاطر اینکه فتنه از بین میره. درست. ولی از مدینه رفتن بیرون، خب مردم هم رفتن حج، برگشتن یه مسافتی گرفته بودن، گفتن که نامه از عثمان به ما رسیده، دستمون گیر آوردیم و که گفته محمد بن ابوبکر و اینها که اومدن اونها را همه از بین ببر، اعدامشون کن. تو میگی اصلا ما خبر نداشت، شما چرا برگشتید گورای عراق؟ بله. شما چطور با هم دیگه در یک روز برگشتید؟ بله. خب هدفشون چیز دیگری بود، وقتی که دیدن نتونستن به اهدافشون برسن و چگونه حضرت عثمان رضی الله عنه با اونها برخورد کرد، کوتاه اومدن شبهاتشون جواب، آره شبهات که جواب دادن، کوتاه اومدن حتی. بله. درخواستایی که کرده بودن قبلا هم در مورد عزل حاکم کوفه هم قبول کرد، گفتن که ابو موسی اشعری میخوان، گفت هیچ اشکال نداره به خاطر اینکه فتنه برپا نشه. با همه این کارهاشون، خب اینا برنامه ریز شده بود، وقتی که دیگه مدینه هم خالی شده بود، رفته بودن برای حج، خب محاصره میکنن خونه حضرت عثمان. در ابتدا وقت ازش میخوان که تو باید حتما خودتو خلع کنی، این نامه تو نوشتی؟ گفت اصلا ما اینطور نامه نمیشون خبر. گفت اگه دو حالت داره، یا خبر نداری یا اینکه خبر داری ما دروغ میگی، در هر دو حالت پس تو شایستگی خلافتو نداری، باید خودتو خلع کنی. بله. امکان ندارد، چه حرفیست که شما میزنید، چطور من خودم برای چه اساس خلع کنم؟ اینجا بود که دیگه خونه حضرت عثمان رو محاصره میکنن نزدیک یک ماه. ابتداعا مثلا بعد اجازه حضور در نماز ندادن، مردم میتونستن برن، بعد کاری کردن که حتی مردم هم رفتنشون به خونه حضرت عثمان مشکل بود. بعد حضرت عثمان هم اعلان کرد که هیچ کس حق دفاع از منو نداره، نمیخوام کسی دفاع کنه بخاطر من کشته بشه. بله. و در نهایت حضرت عثمان رضی الله عنه رو به شهادت میرسونن. بله. در اینجا میبینیم که حضرت علی رضی الله عنه اگه واقعا برنامه‌ای داشتن، یا اینکه خب بعد علنا بیاد دیگه با این در صف اینها باشه، اگه بیاد در ظاهر با صحابه باشه، در باطن با اینها باشه، آیا این شخصیت یک شخصیت مقبولی است؟ دو چهره ای که باشه در منافق وارانه وارد قضیه بشه، از یک طرف با اوباشا باشه، با شورشگران باشه، طرف در ظاهر هم میگه که نه من با تو هستم، این اخلاق انسان مسلمان نیست. علی رضی الله تعالی عنه به دوره در واقع مبراست از این. بله. حضرت علی رضی الله عنه مبراست از این، از این قضیه. بله درست. و ما یقین داریم، گواهی میدیم که حضرت علی رضی الله عنه به هیچ عنوان این گونه نبودن و حتی اعلان براءت میکنه. خواهیم دید روایت هایی که هست حضرت علی بعد ازش سوال هم میشود، به طور کلی شکی اگه در این مورد بود، تبلیغاتی شده بود، کلا از بین میره. درست.